درود و سلام هموطنان عزیز ما، خواهرها و برادرای گرامی و بیننده های محترم ما در هر گوشه جهان که هستیم. در سلسله برنامه های جمهوری پنجم میزبان شما هستیم بر بازگویی و نمو روایات 1001 شب، متاسفانه 9001 شب داستانی و حماسی، بلکه به 1001 شب طالبانی و ظلمتی که بر مردم ما در کشور ما روان است. ظلمت طالبانی در یه وقتای اقپسین یک مسابقه بسیار شدید بین والی ها، فرمانده ها، معین ها، وزرا و قماندان های درجه اول و درجه دوم و درجه سوم طالبان برای سپردن اسناد طالبانی برای بستگانشان و برای خیش و قوم و هم تبارایشان، هم ولایتی هایشان، هم قریه هایشان جریان دارد. به دلیل از اینکه یا میخواین کل از یار وظیفه بتان و هر کدام از این میخواید در دستگاه حکومتی که برشان داده شده از طرف امریکا و غنی و کرزی و جامعه جهانی نقش بسزا داشته باشند. اطلاعاتی که به ما میرساند تازگی، ولایت میدان وردک در این مورد بسیار پیش قدم است. تا بال حدود 150,000 ورق علم و خبر از میدان وردک به طالبان داده شده. در یک مورد مشخص 4,000 تنا از وردک، 4,000 نفر طالب اسناد گرفتن. در یک مورد خاص 4,000 متفرقه تا 150,000 نفر رسیدن. 6,000 نفر هم از غزنی اسناد طالبانی گرفتن. بر گزارش های تایید ناشده اولیه، تعداد مجموعی طالبایی که از پاکستان و خیبر پختونخوا و اردوسوی مرز و قبایل آزاد و داخل کشور جمع شدن یا حدود 800,000 نفر شدن. این 800,000 نفر در زمانی که حکومت جمهوری ها بود یا بیش از 20,000 نفر هم نبودن، بسیار زیادش تا 60-80,000 نفر هم یا نبودن. اما یک باره طالب زایی شروع شد و این چطور شده کسی هم نمی فهمه که از کجا یاره آوردن. بر روی مسابقه به خاطر عزیز در که هر کس بتانه نقش بسیار فعال را در قدرت گیری در حاکمیت طالبانی داشته باشه. بحث امنیت مردم، بحث رسیدن به رفاه اجتماعی مردم، بحث رفع مشکلات مردم بیخی فراموش شده. در تازه ترین اطلاعاتی که بر ما رسیده، مناطق خیرخانه و اینجا بسیار بی امن شدن. گروه های مختلف به نام طالبان شبانه میرن در خانه های مردم تلاشی میکنن، طلا، پول نقد، زیورات، حتی تلویزیون ها و چیزهای کارآمد قیمتی را دزدی میکنن و به نام طالبان میبرن. مخصوصا این مسئله در خیرخانه، در سه قسمت خیرخانه زیاد شده. و یک دکتر که میگن دکتر بسیار خدمتگار مردم هم بوده، در چندین سال در خانهش در آمدن و خانه از او را همه از تو بودش بردن و خودش به خاک سیانشاندن به نام طالبا. ما در برنامه قبلی هم گفتیم که اگر طالبا در این مورد خودشان دست ندارن و هدایت نمیتن و رهبری نمیکنن، چرا امنیت مردم نمیگیرن؟ با این انبوهی از گروه، از تشکیلاتی که پیشتر براتون گفتم 800,000 نفری که حال طالبا دارن و بیشتر از یا در کابل و در حوزات امنیتی پلیس و استخبارات و اینجا جا به جا هستن، قرارگاه ها در موج هست، قرارگاه وزارت در موج هست، هر گموج هست، کلی چیز در کابل است. چرا درست مانند زمان غنی و کرزی همه تو بی امنیتی شده؟ و دید شما
آیا تأمین امنیت مردم مهم است یا جاده سازی؟ تأمین امنیت و رفاه اجتماعی مردم مهم است یا سرکشی یا خانه ویران کردن؟ تأمین امنیت و کار و معیشت و رسیدگی به امور اجتماعی و سیاسی و صحی مردم نیاز است یا کارهای نمایشی سرکشی ها؟ مردم اگر در بند باشند ولی شهرشان شهر طلایی باشه چی فایده؟ مردم اگر گشنه باشند جاده هایشان پر از اسفالت های کم نظیر جهانی باشه چی فایده؟ منان در این مورد طالب ها اگر رهبریشان دست ندارن، اگر خودشان هدایت نمیتن، این ما هر روز از خبرشان میکنیم. شما ببینین که این مسابقه طالب سازی چرا قدر جریان داره؟ 800 هزار نفر برآوردن تا تایید ناشده است. در کجا شدن یا؟ کجا بودن یا در گذشته ها؟ همچنان نگرانی های امنیتی منطقه است. توسط کارشناس ها بسیار زیاد شده. منطقه هدف مزید است از آسیای میانه است. خود کشورهایی که مربوط به حوزه افغانستان هستند، ایران، پاکستان، خب جز از بخش کارهای خودش است و کشورهای مجموع آسیای میانه با وصفی که او کشورها رهبرهایشان مثل ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان و یا کل از یا خودشان طالب پرور هستن، اما نیروهای در میانه از این کشورها هستن که اندیشه دارن، اندیشه تشویش دارن به خاطر رشد طالبانی. مثلا یک کسی از بنام آقای بختیار ارگاشوف و مدیر مرکز رسانه‌ای مانو در ازبکستان است. او گفته که ما به گزارشایی که طالبان میتن که ما در مبارزه با داعش موفق هستیم ما اعتقاد هم ندارم و یا هیچ وقت با داعش مبارزه نمی کنن. یک مصاحبه کده بود یادم با خبر گزاری کرسنایا و سنا دو بنگاه خبر هست که در روز چهارشنبه در 15 عمل منتشر شده بود و گفته اطلاعات را که ما از افغانستان داریم داعش در افغانستان در حال گسترش است. البته این نظر عزیز که ما مخالف این نظر هستیم و میگیم که طالب و داعش دو روی یک سکه هستن و کارهایی را که میکنن هر دویشون یک کس است، در یک راه و یک دفعه میرن و یک راه به یک دفعه دیگه، هر کدام منافعشان بود. این گروه هایی که در حدود 800 هزار نفر تخمین زده شده یا تقریبا 150 هزار نفر که در اینجا آمده و ما براتان گفتم که طالبان فکر کنید تنها در میدان اردک 150 هزار نفر یا ورق طالبانی دادن و در یک مورد مشخص در میدان اردک 4 هزار نفر یا سند طالبانی دادن و در یک مورد دیگه مثلا در غزنی یا مردم 6 هزار نفر یا سند طالبانی دادن. یا چی میخواین از یه جور کنن؟ این طالبان کسایی است که تعلیمات اجتماعی ندارن، تعلیمات سیاسی ندارن، تعلیمات نظامی ندارن، تعلیمات شهروندی ندارن، آگاهی های اجتماعی ندارن، فقط هر آن چیزی که خواندن یک دو سه رو در مدارس رفتن، بیشتر از یا از خیبر پختونخوا آمدن، بیشتر از یا از او سوی خط دیورند آمدن، بسیار از یا از پاکستان آمدن و از کشورهای دیگه هستن. یک از یا چی میخواه و چی میکنن ما هم نمیفهم. ای آدم میگه که امی آقای مختیار میگه که ما در فکر از این هستم که طالبان نمیتونن و نمیخواهن همکاری بکنن برای مبارزه با داعش خراسان و سازمان‌های دیگر تروریستی و حزب اسلامی ترکستان و اویغورا، خاطر از اینکه یا هم القاعده را تامین میکنن و تمام گروه‌های تروریستی را یا تامین میکنن و خودشان در کنارشان فعال هستند. برخلاف نظر دولت‌هایشان آگاهان سیاسی این اندیشه را داره و این اندیشه واقعا، این تشویش واقعا راست است که افغانستان دیگه بستر بسیار آسان و راحت بروز ناامنی‌های منطقوی خواهد بود و ما امیدوار هستم که یک بار دیگه بتانن همین طالبا امریکا را خوب نشانه برن
که مردم ایچ ضربه نبینه، اونجاهای نظامیش و سیاسیش یا ایچ ضربه ببینه، که تا بفهمن که چه رقم کار است، تروریست پروری چی است، بخاطر رفای خود ملت دیگر در بدر کدن در کجا است و چطور است. آقای بختیار میگه که بسیار کسا خوش به این هستن که طالبا به مرور زمان شهری میشن و حقوق شهروندی را میفهمن و به دخترها اجازه تحصیل خواهد دادن و مدنی تر خواهد شدن، اما میگه این گپا فایده نمیکنن. ما میگه که بار ساختن رایاهن به طالبا یا مثلا با ساختن شهرها و سرکها با طالبا نمیتونیم و این کار اشتباهی است که شما میکنین و طالب تقویه میکنه. و خصوص نگرانی از این است که روسیه چطور تصمیم گرفته. ما شما می یک برنامه دادیم در موردش که پوتین اشتباهی بسیار بزرگ میکنه در بررسی عزف نام طالبا از سازمانهای تروریستیشان، از لست سازمانهای تروریستیشان. آقای بختیارم در این مورد میگه که اگر بر رسمیت شناسی احتمالی طالبان به حقیقت بپیونده و روسیه ای را از لست تروریست های خود حذف بکنن، این یک اشتباه بسیار بزرگ خواهد بود که بر طالبا ابزارها و وسیله های دقیق دسترسی پخش ایدئولوژی تروریستی در آسیای میانه و در خود شوروی پیدا خواهد شد. یعنی هر کسی میگه و مخصوصا نای آقای بختیار در این فکر است که میگه در روسیه و در ازبکستان و در آسیای میانه هسته های خفته طالبانی هستند که طرفدار هستند که اینی میرقم نظام های طالبانی در کشورشان حاکم شود و اگه این مسئله جدی گرفته نشه این هسته ها رشد میکنن، یک روز بلای جان همه مردم منطقه در آسیای میانه و خصوص روسیه میشه. و بخصوص هم میگه ما میفهمیم که سازمان های امنیتی کشورهای ما در این مورد علیه از وا کار میکنه و فعال هستن، ولی اگر چنین کار شوه که طالبای افغانستان به رسمیت شناخته شوند، دیگه این اثرات هم بسیار مشکل است که ما بر نتیجه های مثبت برسه از طرف سازمان های نظارتی بر گروه های تروریستی که نمیمانند در آسیای میانه رشد بکنه. خب خبر در آخرش میگه که پس از آمدن طالبا مسئله از این دادن فرصت به گروه های تروریستی در داخل افغانستان و فرستادنشان به کشورهای دیگه زیاد شده و دلیلش همه است که همی 21 گروه تروریستی که در گذشته ها کلگی میگفتن و غنی زیادتر میگفت، همی گروه ها فعلا تحت میزبانی و حمایت طالبا قرار دارن. این حالت هایی است که ما نگرانی های خود ابراز میکنیم. اگر رهبری طالبان بر مردم افغانستان دام نشاندن و بر جفا دادن مردم افغانستان از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کار ندارن، خبر شوند که اینطور حالت هم سر مردم روان است، بخصوص در کابل و زیر چشمشان. حالی خود دوران زمان شما قیدا میکنین که شما یک حکومت کامل امنیتی دارین، شما زمان غنی واره نیستین که از همه چیز همه ایشان دوست بودن و 99% دست داشتن در همه مسائل، یک فیصد دو فیصدش هم مردم های صادق اگر بودن در ارگان های امنیتیشان. وقتی که شما ادعا میکنین که با این رقم آمدین، باید متوجه امنیت مردم هم باشین. این بود بخش برنامه های ما ببخشین در اخبار خدمت شما دادیم. دوستا در موارد مختلف عرفانی اصلا در مورد یاد کرده ما از منصور حلاج سوال کردن، یک بحث بسیار بزرگ عرفانی است. ما در برنامه دیگه خدمت شما در این توضیح میتونم.
و آرزو دارم که آنچی را ما میفهمیم به خدمت شما عرض بکنیم و بتانیم قناعت شما را فراهم کنیم و دوست دیگه ما که یک یاداشت را روان کرده بودن به نام بخاطر از ایک و گلان کرده بودن که گویا چند سوال از ما کردن و ما پاسخ ندادیم، معادت مثلا من کومنتار را میخوانم و موقع نظر به اهمیت سوال و پرسش پاسخ میتونم. اما اینطور یک چیز سوال از نام شما برای من نرسیده، جدا از مسئله از ای که ما چرا حریم خصوصی گفتیم یا امنیت حریمی گفتیم برای داشتن یک جای نسبتی در دستور زبان، در اون مورد ها ما بعدا براتون توضیح میتونم که قدر بحث بسیار عمده و نیست، ولی یک بخش خاصی هست در دستور زبان که مانع نداره برای مشخص ساختن یک ویژگی یا یک محدوده خاص هویتی. و بحثی که اگر ما زیادتر دیگه بکنیم تقریبا برنامه باز به طول می انجامه و سبب میشه که ما نتانیم باز آنچه را که باید بگوییم با کلش بگوییم. برنامه بعدی ما برنامه کاملا عرفانی و پاسخ به سوال های شماست و پرسش های شماست. در وجه باز همه ما و شما بحثایی را که ما میکنیم از دیدگاه های ما در مورد مولانا، در مورد جامی، در مورد خود پیر هرات، همه کسای دیگه که چطور بودن و چطور شده، بعد باز در خدمت شما خواهد بودیم. خدا سلامت و بخیر داشته باشید.